اما بعض اینا آدم صحبت میکنه دیگه میکنه برادرم خیلی سخت است دیگه است. هیچی هیچی برای من با ارزشتر از این نیست. هیچی برای من هرچه بدن هیچی برای من ارزشتر از این نیست. با ارزش نیست برای من مال منال بدن، جا بدن، مکان بدن، هرچی بدن، پول بدن، ثروت بدن، ولی به یک نگاه آقا نمیارزه، هیچی نمیارزه. چنین پیامی به ما داده بشه که همچین چیزی از شما به شما مژده داده است، این بالاترین و مهمترین مژدگانی است که در تمام عمر آدم دریافت کرده. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. فوزه اعتمادی هستم و حافظ 12 جزء از قرآن کریم و طلبه یکی از مدارس شهر مزار شریف و همچنان محصل سال سوم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بینندگان محترم تلویزیون هاد تیوی. بنده سید حسین شاه مصباح یک تن از طلاب مدرسه علمی سلطانیه و امام جماعت مسجد جامع سلطانیه هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض ادب خدمت شما استاد الله ایامکم. بنده امیرخان احمدی هستم. در فضای مجازی یک اطلاع رسانی شده بود در مورد نمایشگاه روایی و تجسمی پناه عالم که سالهای قبل ما آمده بودیم برای بازدید از نمایشگاه و خواستیم امسال باز هم بیاییم یک بازدید بکنیم از نمایشگاه. این نمایشگاه نمایشگاهی بسیار زیبا هست. مطالبی رو که در لای کتاب ها بوده است و خیلی هامون اصلا نخواندیم و ندیدیم و یا نشنیدیم، چیزهای شنیداری رو آورده است در قالب تصویر بیان کرده است. مهمترین ویژگی این نمایشگاه امون هنر در خدمت آرمان هست. ماشاءالله. سلام، شما خوبی؟ سلامت انشاءالله. شما خوبی؟ ماشاءالله. اینجا احادیث را و نکات معرفتی را در قالب تصویر برای کودکان آماده کردن تا برای کودکان قابل استفاده و قابل فهم و درک باشه. یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم این نمایشگاه برای همه بودنش بود، یعنی برای همه اقشار جامعه بود. غرفه کودک داشتیم، جوان و نوجوان و زن و مرد و برای همه. اینطوری نبود که نمایشگاهی باشه برای اهل علم باشه، فقط برای مرد باشه، فقط برای زن باشه، فقط برای کودک باشه. نه، یک جامعیت از این نظر هم داشت، یک جامعیت علمی و سیر منطقی داشت و یک جامعیت داشت که برای همگان بود. لازم ما ببین زن هست، مرد هست، طفل هست، برای هر کس به اندازه فهم و ظرفیتش مطلب به نمایش گذاشته شده. این هم خودش یکی از ویژگی های بسیار منحصر به فرد این نمایشگاه هست که خدا اجر خیرشان بده انشاءالله. اصل اندیشه منجگرایی در ادیان، در دین هندو، دین زردشت، دین یهود، دین مسیحیت، در دین اسلام که میخواد بگه از این طریق این رو به بیننده منتقل بکند که مسئله منجی و اعتقاد به منجی اختصاص به شیعه فقط ندارد و تازه اختصاص به مسلمان ها هم ندارد. در همه ادیان توحیدی و حتی در ادیان غیر توحیدی هم اعتقاد به منجی وجود داره. همین مطلب رو اینجا به نمایش گذاشتن و نتیجه عالم این میشه که اگر کسی اعتقاد به منجی داشته باشه، فرجام هستی همه زیبایی و خوبی است. این نشون میده که مسلمان ها، یهودی ها، مسیحیت، زردشت، هندو، هر کس به همون لباس مخصوص خودش اینجا به نمایش در آورده است که اینا همه معتقدی به منجی هستن، اون تا با تفاوتی که در شخص و اعتقادشون داره. اگر کسی این اعتقاد و این باور رو نداشته باشه، پیامدهای منفی اونها رو تهدید میکنه، مثل
درماندگی، بی‌هویتی، گرفتاری، ناامنی، ناامیدی که این از پیامدهای عدم اعتقاد به منجی هست. یعنی نسبت به سال قبل خیلی تفاوت داشت. امسال من چیزهایی را در نمایشگاه دیدم، مثلا در غرفه ادیان بیشتر مردم به این اندیشه هستند یا به این فکر میکنن که حضرت مهدی فقط در دین اسلام مطرح شده، یعنی دین اسلام از او یاد کرده، در صورتی که همه ادیان چی؟ مثلا ادیانی که ریشهشان الهی نیسته، فقط به ظاهر دارن الهی نشان میدن، ولی به این معتقد هستن که یک منجی درسته، فقط اونا در مورد اشخاصی هستن که به اعتقاد هستن اونا منجی اونا هست، ولی نشانه هایی را که اونا در مورد اشخاصشان که منجی اونها هست ارائه میدن، ما را به سوی همان مهدی که منظور اسلام هست ما را به همان مهدی سوق میدهد. شما آمدین به سیومین دور نمایشگاه پناه عالم و غرفه منجی در ادیان. خب هدف ما از برپایی این غرفه ای هست که امین منجی را در ادیان از دیدگاه تمام ادیان ما بیان کنیم که هندو، زرتشت، یهودیت، مسیحیت و همچنان اسلام به یک منجی در آخر الزمان اعتقاد دارد که اون منجی با آمدنش جهان را پر از عدل و داد می کند و تمامی ادیان بر این معتقد است که دنیا به یک فرجام نیک خواهد رسید و یک منجی در آخر زمان می آید که پیشوا خلائق می شود و مردم از تمام دین ادیان به سوی او روانه می شود. و چیزی که سبب شده تا اندیشه می ظهور منجی در ادیان شکل می گیرد، ناامنی، گرفتاری، بی‌هویتی، درماندگی هست که خود بشر قادر به رفع این بلاهای بزرگ نیست و برای رهاییشان از این مخمصه ها ظهور نجات دهنده ای را در انتظار می کشند. غرفه ای که اینجا به نمایش گذاشتن غرفه منجی در اسلام هست که خصوصا اسلام آدرس دقیق و خاص نسبت به منجی داره، اینجا این مسئله رو به نمایش گذاشتن و نکاتی رو که در این غرفه به نمایش گذاشتن، اولین نکته بررسی نسب منجی هست که مادرش کیست، پدرش کیست، نسلش و اجدادش کی هستند. دومین نکته ای رو که اینجا مطرح کردن خصوصیات شخصی منجی هست که چی ویژگی هایی داره. سومین نکته ای رو که در این غرفه مطرح کردن اصل اندیشه منجی در منابع اسلامی هست که در قرآن و روایاتی که در کتب فریقین در همه مسلمان ها اهل سنت و اهل تشیع راجع به منجی مطالب و احادیثی که از پیغمبر نقل شده است جمع‌آوری شده است که منابع اسلامی هست، قرآن و روایات که در هر دو راجع به منجی و مهدی موعود حرف داره و صحبت داره. واقعا خیلی چیز جالب بود دیگه بود که اسلام بجز از مذهب تشیع و مذهب اهل تسنن هم این روایت ها رو داره در مورد منجی که خلا هستن اینا. خیلی از علمای بزرگ اهل سنت روایت کردن، ابن حجر مثلا، شافعی هستن، نورالدین ابن علی ابن محمد مالکی هستن، دیگه احمد ابن حنبل هستن که در مورد روایت در مورد منجی گفته و خیلی چیز جالب هستن. واقعا آدم انرژی مثبتی ببخشه. و مطلب بعدی که اینجا ثبت شده است فرجام هستی است، یعنی باوری به مهدی و وقتی که اون مهدی می آید چه اتفاق در عالم می افتد، عدالت، رفاه، نجات، امنیت و همه شرایط ایدئال زندگی در اون عصر فراهم می شه. جالب ترینش به غرفه پاداش منتظران بود که اگر من یک فرد منتظر هستم، وظایف فردی را که خودم دارم در مقابل خودم، در مقابل خانواده، در مقابل اجتماع، اگر من اینا را به همان نحوی که گفته انجام ندهم، یعنی انجام نتوم، نمیتونم به او دولت کریمه ای که آقا وقت ظهور میکنه برسم. هدف برپایی از غرفه پاداش منتظران این است که یک فرد منتظر وقتی با آسیب‌های آخر از زمان مقابله و مبارزه میکنه و منتظر باقی امام زمان هست، دارای پاداشی هم هست که از جمله از برادران پیامبر می باشد، در خیمه آقا امام عصر می باشد و همچنان از برترین امت حضرت رسول می باشد و همچنان او کسی است که یکی از پاداشی است که می تواند دوران ظهور آقا امام زمانم رجعت کند و همین چیزهایی که شما اینجا دیدین احادیث است از حضرات معصومین امان که خیلی پاداش عظیم را منتظران آقا امام زمان دارند. غرفه پاداش منتظران که رفتم به این فکر کردم که اگر من خودم که یک شخص منتظر هستم،
اگر وظایفم را انجام بدم و همانطوری که آقا گفتن یک فرد منتظر واقعی باشم، پاداشم چی ها خواهد بود؟ مثلا رسیدن به رکاب امام زمان، رسیدن به همان خوشبختی که منظور اسلام هست. بعد جالبتر هم از اون که زمان دولت کریمه بودن که انشاءالله که زمان شاخصهایشان رو گفتن و چی کارهای و چی فراوانی های در زمان دولت کریمه با پیونده خیلی عالی بودن. مثلا در غرفه پاداش منتظرون آبشار قشنگ، همون صداهای پرنده و چهچهکی بودن، خیلی عالی بودن که برای همه بسیار عالی بودن. به 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 به، هر جایی که خلاصه میریم یک از دیگر مقبولتر و زیباتر هستن اینا. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ سلامتی؟ عرض ادب احترام دارم. خیلی خوش آمدید. سلامت بخیر. نمایشگاه پناه عالم. بسیار عالی. یک مقداری ما توضیحات میتونم خدمت شما بفرمایید. این غرفه که شما الان حضور دارین غرفه دولت کریمه هست. غرفه دولت کریمه، دولت کریمه به منظور دولت کریمه آقا صاحب زمان است که ان شاء الله بعد از ظهور ایشان شکل میگیره. و این به اصطلاح ما در اینجا فقط یک سری شاخصه های دولت کریمه را بر اینجا قسمی که خودتون میبینین اینجا عنوان کردیم، مثلا تکامل معنوی، رام شدن حیوانات، تکامل عقل ها، حکومت اسلامی، برطرف شدن بیماری ها، امنیت عمومی، قضاوت، گسترش عدالت. اینا او ویژگی هایی هست که دولت آقا صاحب زمان، دولت کریمه آقا صاحب زمان اونها رو شامل هست. زمانی که آقا ظهور میکنه یعنی شاخصه های یک دولتی را که ایجاد میکنه، دولتی که پر از عدل و داد هست، دولتی که ما را میرسانه به یک آبادی، به یک آرامش، به یک امنیت، به یک زندگی که خالی از جنگ، خالی از مثلا تنش ها، نزاع ها یا ظلم هایی را که فعلا وجود داره هست. دنیا از لحاظ هم مادی و هم از لحاظ معنوی و هم از تکاملات روحی به اوج میرسد که این همه این ترازوی را که شما میبینید چقدر زیبا اینجا به نمایش گذاشته شده، این علامت عدالت هست. یعنی چون همون معیار عدالت ترازو هست، یعنی در وقت چیزی رو میخواد بفروشه از طریق وزن کردن عدالت رو مراد بکنه، ترازو نماد عدالت هست. میبینید شما اینجا این ترازو رو گذاشتن، فلسفهش اینه که در زمان آقا یکی از چیزهای گسترش پیدا میکنه عدالت هست. زمانی که آقا میایه و دولت خودش رو بنا میکنه، پر از فراوانی، پر از حس آرامش، امنیت، ثروتمندی. کسی را ما در اون زمان فقیر نمیابیم. یعنی با خود میگم واقعا اون روز هست، اون روزی که آقا ظهور میکنه، ما در همچین جاهای قشنگ یا زیبایی که آقا میایه و همه جهان را پر از عدل و داد میکنه، پر از فراوانی میکنه، پر از آرامش میکنه، واقعا ما حضور داشته باشم. یعنی خدا دیگه فقط خودت میدانی. خب این بخش از غرفه را که من مشاهده کردم، سفرهای فضایی، یعنی علاقمندیم بیشتر شد. علاقمند هستم به یک فضا نورشم، ولی اینجا اومدم علاقیم بیشتر شد. درسته ما فعلا سفرهای فضایی داریم، ولی با هزینه های خیلی گزاف و رسیدن مثلا به او فضاها خیلی سخت و مشقت بار است. ولی زمانی که امام ما ظهور میکنه خیلی این سفرها آسان میشه و من خیلی مشتاق هستم. اگر انشاءالله تا او روز زنده بودم، تا روز ظهور آقا اگر زنده بودم، خیلی مشتاق هستم در او زمان یک فضانورد شوم و به مثلا به کره های مثل مریخ و غیره سفر کنم. به خیلی مطالب به زیبایی اینجاها واقعا به تصویر کشیده شده. مهمترین ویژگی این نمایشونا اینه که هنر در قالب هدف و در خدمت هدف و آرمان قرار گرفته که به زیبایی این نکات به مخاطب منتقل میشه. یعنی اگر این نکات رو من سر منبر 10 جلسه هم سخنرانی بکنم، اون خیلی که مخاطب با دیدن اینا رو یاد میگیره از طریق سخنرانی نمیتونه یاد بگیره. این خیلی یک نکات برجسته است که در اینجا وجود داره. و ترزقنا بها کرامت الدنیا والاخره، در آن دولت کرامت دنیوی و اخروی به مردم حکم فرماست و به صورت کریمانه در آن زندگی میکنند و کارهایی که موجب لذت مردم میشود در دولت کریمه وجود دارد و ذلت ها از بین میره. این زیبایی هاست که اینجا به نمایش گذاشته شده است. غرفه ای را که ما آمدیم تماشا میکنین غرفه دلنوشته است. هر کی اینجا میایه این یک دلنوشته چیز حرفایی را که برای امام زمان خودش داره روی کاغذی می نویسه.
اینجا آمدم یعنی خیلی حال ما دگرگون کرد. واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارم، چون نمایشگاه را دیدم غرفه های بعدی را، ولی دلنوشته کلن مرا زیر رو کرد. یعنی باید بیشتر، وقتی من منتظر آقا هستم بیشتر باید فکر بکنم، بیشتر کارهایی را که انجام میتم با دقت بیشتر ببینم، مسیری را که میروم، کارهایی را که انجام میدم آقا از این راضی هست یا نه. از این به بعد سعی میکنم بیشتر یک منتظر واقعی باشم. دل نوشته ای رو که اینجا نوشتین و مطلبی رو که هر کس درد دل با امام زمانش داشت بعدش هم داخل این غرفه باید اینجا بریزه. واقعا آدم وقتی زمانی که خلاصه دل نوشته نشون میکنه آدم احساس دیگر میکنه دیگر، انگار که خود آدم با امام بعد سنا آدم صحبت میکنه دیگه میکنه برادم خیلی سخت است دیگه است. امشالله که خلاصه روزی برسه ما شاهد ظهور خود آقای امام زمان جل تعالی فرج باشیم، همه منتظران با خلاصه با آرزوی خود برسه از این خلاصه بدبختی ها، از این فلاکت ها، از این ظلم ها، از مشکلات اقتصادی، نابسامانی ها، تهاجمات فرهنگی نجات پیدا کنیم و شاهد همون روز باشیم. گپ اصلی و اساسی در اون نمایشگاه این است که مردم با فرهنگ مهدویت آشنا بشن، در جهل و در غفلت و بیخبری بسر نبرن، با صورت جامع و کامل یک دیدگاه جامع نسبت به فرهنگ مهدویت داشته باشن. چون امروزه فضاهای مجازی اونقدر القاعات غلط می شود، اونقدر مطالب متفاوت و پراکنده و زید و نقیض عرضه می شود که ذهنهای انسانها درگیر هست که حقیقت چیه، واقعیت چیه، مطلب از چه قرار هست. ممکن است یک انسان معتقد و باورمند به مسئله مهدویت هم سوالات متعددی در ذهنش وجود داشته باشه به خاطر همون شبهاتی که در فضاهای مجازی وجود داره و میشنوه. در این نمایشگاه اون واقعیت و جامعیت مهدویت به نمایش در آمده است که اگر انسان یک سیر عمومی داشته باشه، یک دیدگاه کلی و زیبا و یک راهکار زیبا از مهدویت و یک فهم دقیق از مهدویت براش حاصل میشه. در کل هدف این نمایشگاه یافتمی است که همه دست به دست هم بدیم، همچین نمایشگاه هایی را برگزار بکنیم که هستن افرادی که آگاه نیستن، یعنی فکر میکنن که دارن نفاق میندازن، میگن امام مهدی فقط مختص شیعیان هست، ولی این نمایشگاه بر ما نشان میده با هم همدست شویم، همدلی، دوستی برای ما نشان میده. ما در نمایشگاه دیدیم از اهل تسنن، خواهر برادرای اهل تسنن که آمدن دیدن کردن، برای ما نشان میده که ما باید زیر یک پرچم واحد باشیم و سعی بکنیم به عنوان یک فرد منتظر، مثلا خودم چیزهایی را که در غرفه ها دیدم، چیزی را که من امروز دیدم فردا وقتی رفتم من این وظایف وقتی آگاه شدم نباید فراموش بکنم. یعنی من از امروز وقتی خانه میرم در مقابل خانواده باید چه رفتاری را داشته باشم، یک فرد منتظر باید چه رفتاری را همراه خانوادهش داشته باشه، مثلا در اجتماع من باید چه کارهای مفید را انجام بدم، از چی چیزهایی من باید دست بردارم. بعضی هدفهایی هست، بعضی مسیرهایی هست که من باید از اونها دست بردارم و بیشتر روی این کار بکنم که یک حافظه بشم که
در زمان آقا واقعا به دردش بخوره. در کل دایی بود که بخش خلاصه در مورد مهدویت بودن، در مورد مهدویت خود مهدویت در مذاهب بودن، مثلا در تنها در مذهب تشیع نه بلکه در مذهب اهل تسنن هم بودن که خلاصه ایرمو فهمیدیم دیگه کریم. بعضی موانع یا چالش هایی که باعث می شد ما از امام دور بشیم دیگه بشیم اونا رو فهمیدیم و خیلی جالبیات بود دیگه، کمو موانع هایی که سر راه بودن دیگه بودن و اونا رو قشنگ فهمیدیم و اطلاعات و آگاهی ما خیلی زیاد شدن دیگه شدن که ما بتونیم از این چالش ها و از این موانع به خوبی عبور کنیم و امام خود برسیم. اگر به شما خبر داده شود که شما به عنوان یکی از یاران امام زمان برگزیده شده اید، چه احساسی دارید؟ سوال عجیبی است. این آرزوی هر کسی است، هر کسی که اعتقاد به مهدویت داره، باوری به آقا داره، یکی از خواسته های اصلی دلش همینه، یکی از دعاهاش همینه، اصلا مهمترین دعاش اینه، مهمترین خواستش اینه که یکی از یاران آقا باشه، سرباز رکاب آقا باشه. وقتی کسی مثل امام صادق علیه السلام آرزو میکنه کاش من دوران او رو درک میکردم، جز خدمتگزاراش بودم، ما دیگه کی هستیم؟ تمام آرزو و خواسته دل ما اینه که خدمتگزار امام زمان باشیم، یاور امام زمان باشیم، کاری برای امام زمان بتونیم انجام بدیم در عصر غیبت و در عصر ظهورش. حد حالا اگر از اون بالاها نبودیم، خدمتگزار کفش بردار آقا هم اگه باشی، بزرگترین افتخار هر آدم، بزرگترین آرزوی هر باورمند به اعتقاد مهدویت هست دیگه. این اگر چنین پیام داده بشه و چنین خواسته چنین پیامی به ما داده بشه که همچین چیزی از شما به شما مژده داده است، این بالاترین و مهمترین مژدگانی است که در تمام عمر آدم دریافت کرده. یعنی اصلا برای عجیبه، اصلا فکر میکنم امکان نداره، خیلی حس عجیبه، نمیتونم که تعریف بکنم که در کلماتم بگنجانم که او حس چطور حسیه. اگر واقعا از آقا همچین نامه ای را که شما میگین به دست ما برسه، حس میکنم شاید من اصلا خودم در اینجا حس نکنم، در این دنیایی که واقعا وجود دارم حس نکنم. سعی میکنم یک فرد منتظر واقعی باشم. شاید ما خیلی قولای به آقا داده باشیم ولی عمل نکردیم، عمل نکردیم. ولی اگر خدا بخواه، اگر آقا خودش بخواه، همچین نامه‌ای اگر به دستم برسه و من حقیر را آقا لایق بدانه، یعنی هیچی برای من با ارزشتر از این نیست. هیچی برای من، هر چی بدن هیچی برای من ارزشتر از این نیست، با ارزش نیست. برای من مال منال بدن، جو بدن، مکان بدن، هر چی بدن، پول بدن، ثروت بدن، ولی به یک نگاه آقا نمیارزه، هیچی نمیارزه. حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه